شهید احمد کاظمی فرمانده نامدار سال 1338 در نجف آباد اصفهان متولد شد. همزمان با انقلاب در سوریه دوره آموزشی جنگ‌های نامنظم را گذراند و بعد از آن به جنوب لبنان اعزام شد. وقتی به ایران برگشت به کردستان رفت تا حامی مردم مبارزه آنجا باشد. در دوران دفاع مقدس فرمانده جبهه فیاضیه بود و به کمک فرماندهان دیگر دشمن را دور زد، حصر آبادان را شکست و خبر آزادسازی خرمشهر را از پشت بیسیم اعلام کرد. برای همین به او لقب فاتح خرمشهر دادند. سال 1379 کاظمی به سمت فرماندهی نیروی هوایی سپاه رسید. او در جریان زلزله بم تمام ناوگانش را برای نجات زلزله زدگان بسیج و 30,000 مجروح را جابجا کرد. سردار کاظمی در آخرین دیدارش با مقام معظم رهبری به ایشان گفت: دعا کنید من روسفید و شهید بشوم. این فرمانده فاتح سپاه ایران که به گفته سردار سلیمانی زیرکترین و با تدبیرترین فرمانده جنگ بود، 19 دی ماه سال 1384 به آرزویش رسید و در سانحه هواپیمایی فالکون 20 شهید شد. او را به وصیت خودش کنار رفیقش شهید خرازی به خاک سپردند، چرا که معتقد بود یکی از درهای بهشت در همین قبر باز می‌شود.